زنان جزامی به صورتم دست می کشیدند و آن را به صورت خود می مالیدند. گویی در من قدرت شفا دادن می دیدند. در برابر این همه درد و انتظار نمی توانستم احساساتم را پنهان کنم. برای شنیدن بخش‌هایی از خاطرات زیبا و شنیدنی ملکه فرح دیبا در خدماتش به ایران بزرگ با ما همراه باشید. ممنونم که کانال تاریخنامه رو برای بالا بردن اطلاعات تاریخیتون انتخاب کرد. همان سالها بود که فروغ فرخزاد، شاعر معاصر نامدار ما، فیلمی تحت عنوان خانه سیاه است ساخت. این فیلم در برانگیختن احساسات عمومی نسبت به جزامیان نقش عمده ایفا کرد. در طول این سالها مرتباً از محل زندگی این بیماران بازدید می کردم و هر بار سخت منقلب می شدم. با اینکه روستای اول جزامیان طرح بسیار موفقی بود، اما رویدادهای تاریخی باعث شد که نتوانیم این طرح را ادامه بدهیم. اما در 20 سال فعالیتی که انجام دادیم، توانستیم توجه ایرانیان را به سرنوشت جزامیان و شفایافتگان معطوف کنیم. به همراه فیلم فروغ فرخزاد، فعالیت‌های ما توانست تأثیرات زیادی بگذارد. وقتی که به دیدار جزامیان می رفتم، زنان مرا می بوسیدند و به صورتم دست می زدند. بعد از آن دستشان را به صورت خود می مالیدند. گویی در من قدرت شفا دادن بود. گاهی در برابر این همه درد و انتظار نمی توانستم احساساتم را پنهان کنم. در همین سالها بود که از همکاری پزشکان قابل پاکستانی، هندی، سوئیسی و فرانسوی به طور رایگان برای ترمیم چهره بیماران بهبود یافته کمک گرفتیم. ترمیم بینی، پیوند موی ابروان و مژه ها، باز کردن انگشتانی که بر اثر بیماری مچاله شدند، از جمله این کمک ها بود. هرگز چهره مردی را که صورتش ترمیم شده بود و با خوشحالی خبر ازدواج خود را می داد فراموش نمی کنم. با شنیدن داستان این مرد در دل برای موفقیت هرچه بیشتر جراحانی که به یک چنین معجزه‌ای عمل کرده بودند دعا کردم. واقعی که اخیراً مرا سخت متاثر کرد مربوط به یکی از همین بیماران قدیمی است. یک پزشک ایرانی سازمان بهداشت جهانی که این بیمار را ملاقات کرده بود این پیام را برایم آورد. بیمار گفته بود اگر آن خانم را دیدید سلام مرا به او برسانید و بگویید ما او را هیچگاه فراموش نمی کنیم. برخی از کلمات مثل مرهمی بر روی زخم قدرتی تسکین دهنده دارند. شنیدن سخنان این مرد به من این امید را داد که روزی حقایق روشن خواهد شد. من معتقدم که دانه‌ای که با عشق کاشته شود هرگز نابود نمی شود. کتابخانه های کودکان یکی از دانه هایی بود که حاصلی پربار داشت و ما آن را با عشق کاشتیم. ماجرا از آنجا آغاز شد که لیلی امیر ارجمند از دوستان قدیمم بعد از پایان تحصیلاتش در رشته کتابداری از آمریکا برگشت. طی چند ملاقات فکر تهیه مواد خواندنی برای کودکان ایران را مطرح کرد. در دوران کودکی ما کتاب‌های خاصی برای بچه‌ها وجود نداشت. برای من قصه‌های قدیمی می‌گفتند و این کار یک سنت شفاهی بود. بسیاری از این قصه ها هرگز به رشته تحریر در نیامده بود. بدیهی است که داستان‌های مصوری که در غرب رواج داشت هنوز در ایران معمول نبود. تنها یک نویسنده قصه بود داشتیم. آن هم آقای صبحی بود که روزهای جمعه از طریق رادیو برای بچه‌ها قصه می‌گفت و برنامه‌اش را همیشه با جمله بچه‌ها سلام آغاز می‌کرد. بعضی از این قصه‌ها چاپ شده بودند ولی کتاب‌های خواندنی برای کودکان متاسفانه همین چند اثر محدود بود. ما به این فکر افتادیم که با وارد کردن کتاب در زندگی روزانه بچه‌ها می‌توانیم افق فرهنگی وسیع‌تری برای آنها فراهم کنیم. در کودکی شناخت سرنوشت دیگران از راه خواندن کتاب بیشک بهترین وسیله‌ای بود که فرد را در انتخاب راه آینده اش یاری می‌کرد. مگر رویا در عنفوان جوانی مبنای زندگی انسان‌ها نیست؟ اگر بتوانیم کودکان را به خواندن عادت بدهیم، می‌توانیم آنها را در قبول آسان‌تر افکار جدید و پی بردن به مفهوم واقعی اخلاق، ادب، مسئولیت و سرانجام ورود به مرحله تجدد کمک کنیم. سکون فکری مرگ یک جامعه است.
نخستین قدم اطلاع از ذوق و علاقه بچه ها بود. لذا تصمیم گرفتیم که لیلی، هما زاهدی، نماینده مجلس و دو تن از بانوان داوطلب با صندوقی از کتاب به محلات جنوب شهر تهران بروند و به مشاهده واکنش بچه ها در برابر دیدن کتاب ها بپردازند. نتیجه بیش از انتظار ما بود. چرا که بچه ها از کتاب های مصوری که به آنها عرضه می شد چون نقل و نبات استقبال کرده و بر سر انتخاب آنها با هم دعوا می کردند. به این ترتیب سازمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأسیس شد و برای فراهم کردن امکانات به تکاپو افتادیم. برای این کار پول فراوانی نیاز داشتیم. بنابراین میبایست نظر دستگاه‌های دولتی مهمی چون وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر را هم جلب می‌کردیم. هر دوی آنها با روی باز از اهداف ما پشتیبانی کردند. شرکت ملی نفت هم حاضر به همکاری شد. کاری نمانده بود مگر جلب توجه ناشرین که طبعاً علاقه خود را نشان دادند و هنرمندان، دانشگاهیان و برخی از اشخاصی که می توانستند از نظر فکری و مالی کمک کنند. در زمینه فکری و فنی از تخصص دو کارشناس جوان آمریکایی استفاده کردیم. یکی از این دو به نام دان که اکنون در کالیفرنیا زندگی می کند، هر سال نوروز یک بسته کوچک دانه گل به یاد دانه هایی که با هم در ایران کاشته بودیم، یعنی کتاب ها و کتابخانه ها برایم می فرستند. برای تأسیس اولین کتابخانه کودکان بدیهی است تهران را که احتمال وجود بیشترین خواننده در آن بود برگزیدیم. با توجه به علاقه‌ای که به معماری داشتم، زیبایی این ساختمان و سایر ساختمان‌هایی که بعداً اضافه شد برایم بسیار مهم بود، چون باید جنبه تفننی کتابخانه را به بچه‌ها القا می‌کرد. ما تصمیم گرفتیم کتابخانه را در میان باغ‌های عمومی طوری بسازیم که بچه‌ها بتوانند به راحتی از بازی در هوای آزاد به کتابخانه بروند و برعکس. حفاظت باغ‌ها برایم مهم بود و تنها در مورد کتابخانه کودکان و بعدها موزه و تئاتر استثناء قائل می‌شدم. باید کودکان بتوانند تا سن 16 سالگی از این کتابخانه‌ها استفاده کنند. برای اداره کتابخانه‌ها به استعداد و تخصص‌های مختلف نیاز بود. برای بچه‌های خردسال باید از پرستاران خبره و قصه گویان مجرب استفاده کرد. پس مجبور شدیم دوره‌های آموزشی برای تربیت این افراد به وجود بیاوریم. برای کودکان بزرگتر احتیاج به مشاورینی داشتیم که کودکان را در انتخاب کتاب راهنمایی کنند. و البته اساس مطالب خود کتاب بود که چون وجود نداشت میبایست نوشته یا ترجمه میشد. برای نوشتن کتاب به راحتی توانستیم نویسندگان را به این کار تشویق کنیم. اما یافتن متخصصین برای تهیه تصاویر کتاب کاری بسیار دشوار بود. ما نقاشان خوبی داشتیم، اما چون نقاشی کتاب کودکان در فرهنگ ما سابقه نداشت، میبایست ابتکار به خرج داد. چون در این زمینه کشور چکسلواکی بسیار پیشرفته بود، عده‌ای از هنرمندان را برای فرا گرفتن این رشته به آن کشور فرستادیم. این هنرمندان در ضمن از فرصت استفاده کرده و فن نقاشی متحرک را هم آموختند. این کار به ما اجازه داد یک فستیوال بین‌المللی فیلم کودکان ترتیب بدهیم و جوایز متعددی به دست آوریم. برای تشویق هنرمندان و شرکت در این امر مهم، شخصاً کتاب دخترک دریا اثر آندرسن را ترجمه و مصور کردم. رضا در آن زمان 2 یا 3 ساله بود و تصور اینکه به زودی به سنی خواهد رسید که می تواند این متن و نقاشی های مرا کشف کند مرا به وجد می آورد. این کتاب با 2 صفحه ضبط شده برای کودکانی که هنوز به سن خواندن نرسیده بودند به بازار آمد. بدیهیست به خاطر نام من کتاب خوب به فروش رفت و درآمد آن صرف انتشار کتاب های دیگری برای کودکان شد. بعضی نویسنده ها هم عقاید سیاسی داشتند که با افکار ما نزدیکی نداشت و در کتاب هایشان ابراز می کردند. اما من همیشه از آن آگاهی نداشتم. این کار برای من فرصتی بود تا در مملکتی که برای برخی از ایدئولوژی ها مانند کمونیسم مطرود بود با تجربه دموکراسی آشنا شوم. نویسندگانی که احتمالاً به گروه های چپ وابسته بودند متونی شیوا و فصیح عرضه می کردند که فی‌المثل حکایت از شیر بدجنسی می کرد که پرندگان کوچک با شجاعت و همیاری از دست او خلاص می شدند.
هیئت تحریریه سازمان در چاپ این کتاب ها تردید می کرد. اما من طرفدار آزادی بیان بودم. چون اعتقاد داشتم هر قدر ایرانیان در این زمینه پیشرفت کنند، بهتر می توانند درباره آنچه به سود یا زیانشان است قضاوت کنند. به خصوص که می دانستم مخالفت من چه سر و صدایی به پا خواهد کرد. ممنونم که تا انتهای این ویدیوی جذاب با ما همراه بودید و ممنون میشم که نظراتتون رو در مورد خدماتی که ملکه فرح پهلوی به ایران کرد برامون حتما بنویسید.